از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر مصباح سلام و عرض ادب. آقای دکتر، به نظر شما آیا این پدید از نظر علمی تایید شده است و تا چه حد امکان عملی شدن آن وجود دارد؟ بفرمایید. آقای دکتر مصباح. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سوال بنده رو متوجه شدین؟ ببخشین، بفرمایید، من متوجه نشدم. بله، یک مرتبه دیگه. به نظر شما آقای دکتر، به نظر شما یا این پدیده از نظر علمی تایید شده هست و تا چه حد امکان عملی شدن آن وجود داره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام. ممنونم. این خبر، این گزارش، یک گزارش بسیار جالب و شگفت‌انگیز هست، یک ابداع جدید هست و در حوزه سلامت کاملا بی سابقه هست و نوید بخش بسیار خوبی هست در این حوزه. خدمتان عرض برسانم که سرفه در بیماری، در هر بیماری از بیماری‌های مجاری تنفسی به عنوان یک کلیدی بسیار مهم مطرح هست، البته به تنهایی نخیر. تا هنوز برای تشخیص هر بیماری و خصوصا بیماری‌های که در سرفه قرار داره، نمیتونه سرفه به تنهایی تشخیص کننده باشه، بلکه هر تشخیص بر سه تا پایه استوار هست: پایه تاریخچه، پایه کلینیک مریض و آزمایش هایی که انجام میشه. این خیلی اهمیت داره. این که هوش مصنوعی این قدرت را داره که میتونه فقط با شنیدن صدای سرفه مریض مصاب و درگیر و توبرکولوز و سل هست و یا انسداد ریه این کار را انجام بده، خب از نظر علمی بله ممکن هست، اما بسیار پدیده شگفت انگیز است برای ما که در حوزه سلامت برای تشخیص بیماری ها از کمک کننده های فراوان استفاده می کنیم، مدد می جوییم. بله آقای دکتر، این روش از لحاظ درمانی تا چه حد میتونه به درمان این نوع بیماری کمک کنه و همچنین از نظر اقتصادی تا چه حد به صرف است؟ خب اگر واقعا این ابداع اثبات بشه و بتونه بدون توجه و بدون استمدادی از پایه‌های دیگر تشخیصی ما رو به تشخیص توبرکولوز و به تشخیص انسداد ریه برسانه، بله بسیار کمک کننده هست، چون هم درمان انسداد ریه و هم درمان توبرکولوز هم زمان بر هست و هم هزینه بردار هست. زمان فراوان نیاز هست برای تشخیص و درمان این. خب حتما بسیار کمک کننده هست و یک انقلابی در حوزه درمان به حساب می آید. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.